میهمان ما آهنگسازی است که معتقد است باید زمزمه ساز احساس، عاطفه و سلیقه خیش باشد. وی خالق بسیاری از آثار خوانندگان موفق ایرانی در 4 دهه اخیر است و نامش بر روی آثار ماندگار بعد از انقلاب ثبت شده است. این هنرمند مدتی است که نیروی خود را به جای خلق آثار بر روی نهادینه کردن قانون کپی رایت و حق مؤلف در خارج از کشور گذاشته است که به گفته خودش کاری کلیدی در ادامه خلق آثار ماندگار است. گفتگو میکنیم با فرید زولاند. آقای زولاند سلام بر شما. شما بچه کابل هستید. آیا این درسته که گرفتن بورس تحصیلی از وزارت فرهنگ و هنر در اواخر دهه 40 خورشیدی سال 1348 فکر میکنم سبب مهاجرت شما به تهران شد؟ بله، من در سن 11 سالگی از افغانستان اومدم در تهران و شامل هنرستان عالی موسیقی شدم که در اونجا تحصیلات آهنگ مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از عالم و آدم، گله دارم گله دارم. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم. دیگه ببینی اتمسفر همه، اتمسفر همه ملت ایران و اونایی که مخصوصا دور هستن گله دارم دیگه. 30 ساله که خداوند یه جور نامهربانه دیگه، مجبور شده در الان اینو بگی که بگیم دیگه، فریاد کنه میگم آقا گله داریم. شما که حرمت عشق رو شکستی، کمر به کشتن عاطفه بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی، که حرمت عشق و نگر نداشتی. البته ملت ایران بالاخره پیروز میشه و با آزادیش به اون چیزی که لیاقت ایرانیست خواهد رسید و این شک ندارم. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سر عشق، جواب من به جز شرمندگی نیست. سلام آهنگی بود که اردلان سرفراز از شیراز برمیگشت، به اصطلاح نامزد کرده بود و اسم نامزدش هم عسل بود. میامد ز شهر عشق و کول بار من غزل، پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل، کسی که طعم اسمش طعم عاشق بودنه، طلوب تازه خواستن تو رگای منه. میامرز شهر عشق و کول بار من غزل، پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل. این شعر رو تو اتوبوسی که وارد طرف تهران داشت میامد اینه گفته بود و وقت آورد پیش من گذاشت، خود چون رفیق عزیز منه و خوشی اون خوشی منم بود، و بعدم آقای ستار اول خوند و بعدش هم ابی خوندش. نیاز جویی بار به جاری بودنه.
شب یار تنهایم، به دیدار تو می آیم، باز می آیم. اگر که فرصتی باشد مجال صحبتی باشد، برای دیدن تو از حادثه ها گذشتم، از حادثه ها گذشتم، کفت اگر نباشد من از خدا گذشتم. اینو ما برای یوی نوشته بودم. من از خدا گذشتم، ابی هو گذاشت رفت اروپا و بعد ابی گفت چرا این کار کردی؟ گفتم برای اینکه شما اون کار کردی، شما ما رو گذاشتی، ما شما رو گذاشتیم. از شعرهای زیبای اردلانه و بسیار دوست دارم این کار. برای دیدن تو از حادثه ها گذشتم، کفر اگر نباشدی من از خدا گذشتم، من از خدا گذشتم. آسون نشد سفر، ویرون نشو ای در به در، منو بگیر از هم همه، منو به خلوتت ببر، معجزه کن خود گیری نکن. شعر از ایرج جنتی عطاییه و این آهنگ من بسیار دوست میدارم به خاطر شعری که از روزگار ما صحبت میکنه. خاطره که ازش دارم اینه که یک عکس فرستادن، در اون موقع در دیوارهای تهران نوشته بودن که ابی گریه نکن. کتاب
برای دونستن تو همه دنیا رو گشتم، از میون آتش و باد خشکی و دریا گذشتم، تو رو پرسیدم و خواستم از همه عالم و آدم. پرسش رو من ساخته بودم برای داریوش و اینو آندرانیک تنظیم کرد بسیار به زیبایی. گوگوش گفت دوست دارم داریوش رو بفرد. تو رو باید از کدوم شب، از کدوم ستاره پرسی، از کدوم فال و کدوم شهر پرسی و دوباره پرسی. تو رو باید از کدوم، از کدوم گفته بودی، تو رو باید با کدوم از کدوم قبیل دوستی. قایب تو رو باید از کی پرسید، از ته دره ظلمت یا نوک قله خورشید. دلم مثل دلت خونه شقایه. من و اردلان رفتیم به تحقیق پس دادن و وضعیتمون از این قرار بود. حسی خشکی به خونه من رو دستاش، که حتی یک نفس از من جدا نیست. شقایق وای شقایق، گل همیشه عاشق. گفت شقایق اینجا من خیلی غریبم، آخه اینجا کسی عاشق نمیشه، اسیره قفل سنگین سکوت لبی که پسگو بوده همیشه. بعد اینا گفتن باید از تغییر بود. شقایق اینجا من خیلی کسی عاشق نمیشه، عزای عشق و سرش جنس کوه، دل ویرون من از جنس شیشه. شقایق آخرین عاشق تو بود، تو مردی و پس از تو عاشقی مرد، تو رو آخر سراب و عشق و حسرت ته گل خونه های بی کسی بود. شقایق وای شقایق، گل همیش عاشق. این کار اومد و اینم داریوش هر کنسرتش میشه باید بخونه دیگه. حالا از تو فقط این مونده باقی، که سالان تمومه عاشقانی. شقایق وای شقایق، همیشه عاشق. شقایق وای شقایق، گل همیشه عاشق.
جمعیت یکی از کارهایی بود که اردران در ایران یک دو خط همیشه شعرهایشو که من می نوشتم یک جای یادداشت می کردم. این دو خط پیش من بود.